با درود به بینندگان شرمندگان عزیز در هر کجای دنیا من سینا هستم و شما به برنامه امروز ما گوش میکنید امروز روز هفتم فروردین 1400 هست مصادف با 27 مارس 2021 و در این برنامه در مورد مسائل آمریکا و ارتباطش با بعضی وقتا با مسائل ایران صحبت میکنیم و کلا هدف اینه که مسائل آمریکا رو به هموطنانمون در ایران بهتر و بیشتر نشون بدیم ظرف هفته گذشته در کشور آمریکا چندین اتفاق افتاده که امیدوارم خیلی ازش خبر داشته باشن ولی اگر خبری نداشتن متاسفانه اتفاقاتی که افتاده مربوط به افراد جون خودشون رو از دست دادن یه مشکلی که تو آمریکا خیلی هست اینه که تفنگ خیلی به راحتی در اختیار مردم قرار میگیره و بعضی از این تفنگ و سلاح ها به شدت پرقدرت و مخرب هستند و متاسفانه ظرف دو هفته آینده هفته گذشته ده روز گذشته دو کشدار جمعی در واقع حالا کشتار جمعی معمولا به این القا میشه که تعدادش خیلی زیاده ولی خب متاسفانه در یک اتفاق هشت نفر و در اتفاق دیگه ده نفر آدم جون خودشون رو از دست دادن به خاطر اینکه یک, ن... یک آدمی رفته یه تفنگی خریده و مردم رو به خاک خون کشیده این یکی از مسائل خیلی بزرگ هست تو آمریکا و ما داریم سعی میکنیم به عنوان فعالین سیاسی آگاه رسانی بکنی، آگاهی رسانی بکنیم و بتونیم از طریق قانون و از طریق قانون گذاران این مسئله رو حل بکنیم و مسئله برخلاف اون چیزی که جناه راست آمریکا و حزب جمهوری خواه آمریکا عنوان میکنه این نیست که تفنگ رو از دست مردم بگیرن به خاطر اینکه فرهنگ و تاریخ آمریکا و قانون اساسی آمریکا این اجازه رو به مردم میده که مسلح باشن در خونه هاشون و خریداری بکنن سلاح و نگهداری بکنن ولی اینکه، مردم بتونن یه تفنگی بخرن که سلاح جنگه یعنی سربازاشون توی جنگ از این سلاح ها استفاده میکنن و اونو ببره تو سوپرمارکت یا اونو ببره تو مدرسه یا اونو ببره تو کلیسا و شروع کنه مردم رو بکشتن این مسئله ایه که از طرف ما کسایی که اینجا خودمون رو به اصطلاح چپ و چپ مرکزی و چپ میدونیم داریم داریم سعی میکنیم این مسئله رو پیگیری بکنیم و بتونیم این سلاحهای جنگ رو از دست مردم یا در بیاریم یا خیلی مشکل تر بکنیم خریدنشون رو به خاطر اینکه باورتون بشه یا الان در بعضی از ایالت آمریکا خریدن یه تفنگی که در جنگ استفاده میشه بعضی وقتا ساده تر از خریدن یه ماشینه یا یه, یه،, یه, یه چیزیه که هیچ تقریبا میشه گفت نیست این اتفاقی بوده و رئیس جمهور الان آمریکا خودش آدمیه که یک کمی انسان دوستتره نسبت به آدم قبلی از این نظر که مخالف اعدامه فرزن این یکی از پوزیشن هایی که بایدن داره جو بایدن داره به با عنوان رئیس جمهور آمریکا اینه که بر ضد اعدام هست دولت آمریکا متاسفانه مثل دولت ایران و چندین دولت دیگه در دنیا جزو معدود کشورهای پیشرفته ای هست که همچنان مردم خودش رو به اسم داد و به اسم دادگستری به میکشه و اعدام میکنه و آمار نشون میده که تا یک چهارم از کسایی که ممکنه از کسایی که اعدام شدن و در به قول معروف حکم مرگ دارن یک چهارمشون ممکنه بیگناه باشن الان چندین ارگانیزیشن هست توی آمریکا که فقط کاری که میکنن اینه که پرونده کسایی که محکوم به اعدام شدن رو بررسی میکنن و تا الان برای همین گفتم یک چهارم تا الان 25 درصد کسایی که اینا نگاه کردن معلوم شده که گناهکار نبودن و با بیگناهی روی خط اعدام بودن این پوزیشن بایدن هست ولی در مورد تفنگ متاسفانه یک ارگانیزیشنی هست تو آمریکا به اسم NRA که انگلیسیش میشه National Rifle Association این um, ارگانیزیشن به شدت ارگانیزیشن خیلی پولداری هست به خاطر اینکه توی آمریکا وقتی که شما تفنگ میخرین یکی از کارهایی که میکنن همونجا بهتون اون فروشنده تفنگ تو مغازه تفنگ فروشی به قول معروف به شما میگه که آقا شما میخوای جزء NRA باشی یعنی یعنی میخوای عضویتش رو داشته باشی یعنی و خیلی از مردم عضویتش رو قبول میکنن یه پول سالیانه کمی داره ولی خب وقتی که ضرب میکنید در این پول ضرب در جمعیت آمریکا میکنی میبینید که خیلی مبلغ بالایی میشه و مهمتر از اون NRA از کمپانی های اسلحه سازی کمپانی های مثل رمینگتون یا کمپانی های مثل زیگزور یا کمپانی که تفنگ میسازن پول میگیره که حق اونا رو در واقع و منافع کمپانی های اسلحه سازی رو در کشور آمریکا پوشش بده این ارگانیزیشن حزب جمهوری آمریکا رو در چنگ خودش داره یعنی هر قانون گذاری که برخلاف NRA در حزب جمهوری ها حرف بزنه این NRA به شدت دنبالش میره و خیلی رو از،, از سیاست میذارن کنار یعنی نمیتونن انتخاب بشن وقتی که NRA برخ ضدشون فعالیت میکنه این یکی از بزرگترین مشکلات جامعه آمریکاست. یکی از و شاید خیلی این اینو باور نداشته باشند ولی اینقدر اسلحه تو دست مردم بودن و همونطوری که گفتم اینا اسلحه معمولی نیست هفتیر صحبت نمی کنیم در مورد تفنگ های بزرگی صحبت می کنیم که سربازا تو جنگ میرند و استفاده میکنند. این یک مسئله خیلی بزرگ اجتماعیه به خاطر اینکه توی مدرسه ها بچه ها رو به خاک و خون کشیدن تو سینما مردم رفتن نشستن فیلم نگاه بکنن به خاک و خون کشیده شدن توی سوپرمارکت همین این توی ایالت کلرادو تو هفته گذشته این آدمی که ده نفر کش رفت توی سوپر مردم داشتن خرید میکردن زد ده نفر رو از بین برد و خانواده ده نفر رو به داغدار کرد واقعا این یه مشکل خیلی بزرگ اجتماعی هست در آمریکا ولی این مشکل اجتماعی دل... یک بعد خیلی عمیق سیاسی هم داره و اون بعد عمیق سیاسی برمیگرده به سیستم سرمایه داری که کمپانی های سازی منا... من... نفعشون اینه که تا میتونن تفنگ بفروشن به مردم و خب دولت ارتش آمریکا خب تفنگش جدا میخره از اون, اون میکنه ولی خب وقتی که میتونن به این راحتی به مردم تفنگ بفروشن سعی میکنن تمام سیاست مدارا و سیاست که و قانون که سپورتشون میکنن و پشتیبانی میکنن ازشون کسایی باشن که منافع کمپانیهای های اسلحه سازی رو بر منافع امنیتی مردم ترجیح بدن و متاسفانه حزب جمهوری خواه نشون داده ظرف چند دهه گذشته به خصوص از 1985 و 1990 که uh, 1995 یک uh, مصوبهی تصویب شد در, در مجلس آمریکا که این توفنگ رو برای یه مدتی بند کرد یه مدتی ممنوع کرد و این ممنوعیت این توفنگ های بزرگ کشتار مردم آمریکا رو که این بهش اینجا میگن مس شوتینگ بهش میگن یعنی شلیک عمومی به قول معروف شلیک بزرگ و این کشتار بزرگ رو خیلی تعدادش رو پایین ولی این ممنوعیت یک ددلاین داشت به قول معروف این ممنوعیت یک مو، موه، 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 فارسیش نمیدونم یک زمانی داشت و اون زمان باطل شد اون زمان گذشت الان و دوباره مردم میتونن برن این تفنگا رو بخرن و از وقتی که این ممنوعیت گذشت تعداد کشتار جمعی تو آمریکا به شدت رفته بالا برای همین ما دموکرات ها و کسایی که به قول معروف در طیف پروگرسیو و طیف چپ آمریکا هستن دارن سعی میکنن این مسئله رو دوباره بیارن به صحنه و بگن که این اسلحه ها نیازی نیست براشون توی جامعه ای باشه که پلیس داره قانون داره اگر اتفاقی بیفته آدم یا اسلحه های کوچیک قابل خرید هستند و کسی اگر واقعا جونش در خطره میتونه از اسلحه کوچیک استفاده بکنه هیچ دلیلی نداره مردم مثلا تانک داشته باشن تو خونهشون که یه نفر مثلا زندگیشون در دل... یاد تفنگ خیلی مسلسل بیارن بیرون شروع بکنن مردم رو به رگبار بستن این الان مزر... بزرگترین مسئله ای هست که در جامعه داره بهش عنوان میشه مسئله دیگه که خیلی در طول هفته گذشته در آمریکا مطرح بوده مسئله بچه هایی هست که مرز آمریکا وارد کشور آمریکا میشن و طبق قوانین آمریکا این بچه ها رو نمیشه بیشتر از سه روز بدون سرپرست نگه داشت به طور قانونی ولی خب به خاطر اینکه کووید هست و به خاطر اینکه یه این مسئله ای بهداشتی خیلی بزرگی هست دولت بایدن بعضی از این بچه ها رو بیشتر از سه روز نگه داشته تا بتونن فامی... فامیل واقعیشون رو پیدا بکنن و بتونن بچه ها رو تحویل به خانوادهشون بدن متاسفانه جنای راست آمریکا جمهوری خواه این مسئله رو بزرگ کردن به خاطر اینکه یکی از زلایلش خیلی ها عنوان میکنن اینه که نمیخوان در مورد اون مسئله توفنگ که در موردی صحبت کردیم صحبت بکنن برای همین خیلی ها ممکنه بشنون اینو که آره بچه ها رو اینا میکنن تو قفس یا هر چیزی که هست البته من انکار نمی کنم که بچه ها هیچ وقت نباید توی یک مرکز مثل زندان در واقع باشن ولی در واقع این مسئله به صورتی عنوان میشه که حواس آدم رو پرت بکنه از این مسئله بزرگتر که مسئله تفنگ در کشور آمریکا هست امیدوارم که بتونیم در این موارد بیشتر صحبت بکنیم و من بتونم در خدمت همه شما باشم و بتونم تا جایی که میتونم اطلاع رسانی بکنم بابت اتفاقاتی که در درون آمریکا داره میافته و همونطور که گفتم بعضی وقتا این اطلاعات مربوط میشه به خارج از آمریکا بعضی وقتا خیلی منحصر به فرد در جامعه آمریکا و بتونم در ریشه یابی بکنم که چرا این اتفاقات افتاده راه حلش چی هست و چه اتفاقی ممکنه در آینده بیفته امیدوارم که بتونیم در این برنامه با هم همراه باشیم